السلام عليك يا صاحب الزمان. السلام في لب بدوار صاحب دار. بدانید، مطمئن باشید که این وضع عوض می شود. مطمئن باشید که این فضای ظلم و جوری که امروز مشاهده می کنید در دنیا، زورگویی، بدگویی، خباثت، رذالت که مظهرش سران آمریکان و سران صهیونیستند، دیگرانم کم و بیش همینجور، این تغییر پیدا خواهد کرد بدون تردید. این امیدی است که ما داریم. نیمه شعبان مظهر امید به آینده است، یعنی همه امیدهایی که ما به چیزی پیدا می کنیم ممکن است بشود، ممکن است نشود، اما امید به اصلاح نهایی به وسیله ولی مطلق حضرت حق، حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه، امید غیر قابل تخلف. السلام علیک یا وعد الله الذی ضمنه. همه ادیان عالم منتظر یک روز اونچنانی هستند. امتیاز کار ما این است که ما طرف رو میشناسیم، وجودش رو حس میکنیم، حضورش رو قبول داریم، با او حرف میزنیم، با او مخاطبه میکنیم، از او میخواهیم، با او هم پاسخ میده به ما. السلام علیک ایها العلم المنسوب والعلم المسبوب والغوث والرحمة الواسعة وعدا غیر مکذوب. عزیزان من، جوانان عزیز، امید را قدر بدانید، امید را در دل نگه دارید، امید به عوض شدن چهره مظلم و تاریک و مخدوش دنیایی که امروز در زیر سلطه ابرقدرت هاست. کمک کنیم، از خدا بخواهیم، خودمون تلاش کنیم که اون روز رو جلو بیاندازیم و نزدیک کنیم انشاءالله. ان خروج المهدی باعتقاد المسلمین امر قطعی في المستقبل، مسألة واحد، سيخرج من مكة المكرمة وسيواليه اهل شبه الجزيرة العربية. عندما يخرج هذا المهدی لن يبقى ملك ظالم ولا امير مستبد ولا طاغية مفسد. قال رسول الله محمد صلى الله عليه واله وسلم: سيملأ الارض قسطا وعدلا بعد ان ملئت ظلما وجورا وفسادا. وهذا اليوم آت، لن تستطيع انت ولا اباؤك ولا اجدادك ولا احفادك ان تغير شيئا من هذا القدر الإلهي، من هذا القدر الإلهي.